سلام وقتتون بخیر در برنامه امروز قرار هست که در مورد یکی از صنایع مهم کشور همدیگه سوء گفتگو کنیم در مورد صنعت معدن و سنگ آهن که یکی از صنایع مهمه کشورمون به حساب میاد در برنامه امروز در خدمت جناب آقای مشتبا حمیدیان مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران باف هستیم تا با ایشون در مورد هم خود شرکت در مورد صنعت و اینکه چه چالش ها و چه آینده ای برای صنعت سنگ آهن پیش روی خودشون میبینن صحبت کنیم ایشون اینجا در استودیو در کنار ما هستن و ما سلام دارم خدمت شما جناب حمیدیان خیلی ممنون از اینکه تش... شیف آوردین جام همیدیان خب صنعت سنگ آهن و معادن کشور جز صنایع مادر کشور به حساب میان و جز صنایع هستند که خیلی تأثیر گذارن در وضعیت اقتصادی کشور الان در حال حاضر مهمترین چالش و مسئله این صنعت از نظر شما چه چیزی است در خدمت هست بسم الله الرحمن الرحیم من سلام عرض می کنم. خدمت حضرت عالی و همه همکاران خوب شما و همه بینندگان برنامه های خوب شما خب ببینید همونطور که از رتالی میگید بالاخره حوزه سنگ آهن و صنعت فولاد و معادن یکی از پایه های جدی اقتصاد کشور ما رو شکل دادن تو دنیا هم یکی از صنایع مادر هستن و شاید بعد از نفت و پتروشیمی در کشور بخش جدی و فعالی در حوزه اقتصاد داشته باشه طبیعتا اون چیزی که در فضا و افواه عمومی فعالین حوزه صنعت آهن و فولاد مطرح میشه این روزها بحث کمبود خوراک رو به عنوان یکی از آیتم های جدی این صنعت مطرح میکنن و خدمتتون آرزم که به شدت یکی از چالش هایی هست که اگر مدیریت و برنامه ریزی جدی ما در موردش نداشته باشیم در حال خیلی از این کارخانجاتی که در کشور موجود هستند دچار چالش میشه ولی ارزیابی که من دارم از دو حیث بخوام خدمت شما عرض کنم اینه که شاید ما زاویه دید دیگه هم بتونیم داشته باشیم و اونم شاید بتونیم بگیم که آقا بزرگترین چالش چه صنعت فولاد و آهن چه صنعت پتروشیمی و نفت ام... نگاه حرفه ای نداشتن به موضوعی به نام سرمایه ام... و سرمایه گذاری جسورانه ببینید واقعیتش اینه که ما شاید تو این سالها سرمایه گذاری کردیم تو صنعت چه تو صنعت معادن و فولاد کارخونه های مختلفی زدیم چه تو حوزه خدمتتون عرض کنم که پتروشیمی و نفت ولی وقتی که نگاه میکنیم خیلی قانع تو حوزه سرمایه بزاری ورود کردیم و مثلا فرض کنید یه سایت رو که زدیم خیال کردیم خیلی کار بزرگی کردیم یا ابعاد همکاری هایی که تعریف کردیم بیشتر در حد نیازهای ما توی اون دوران توی کشور بوده تا اون چیزی که سایز اون صنعت و سایز پتانسیل های اون صنعت هست من بخوام به شما مثلا مثال بزنم ببینید امروزی که ما در خدمت شما هستیم همه توی صنعت آهن و فولاد میان میگن که مشکل کمبود خوراک وجود داره ولی شما اگر تشریف بیارید تو منطقه بلوک مرکزی ایران که قدیمی ترین بلوک معدنی ایران توزه آهن و بیش از 50 سال سابقه داره که در پی اکتشافات روزها در دهه 50 در کشور ما به یکی از بخش مستعد معادن حوزه آهن شناسایی شد و شرکت سنگ مرکزی به قدیمی ترین شرکت معدن آهن در کشور ما فعالیتش رو شروع کرد شاید بالای سی تا آنومالی توی اون منطقه شناسایی شد ولی بعد از 50 سال که شما میاید میبینید میبینید که فقط ما روی چغارت سرمایه گذاری کردیم و نهایتا چند تا معدن دیگه تو این سالهای اخیر اضافه شده همزمان میبینید می بینید که معادنی اونجا هستن که تازه سرمایه گذاریش آغاز شده مثلا شما معدن دی نوزده ای رو که ما با مشارکت چادر ملو در چند سال گذشته یا یک سال گذشته شد مثلا شروع کردیم خب واقعیت اینه که مثلا معدن مثلا شاید چند هزار میلیارد چهار هزار میلیارد اینا سرمایه گذاری لازم داره خب آدم وقتی که میبینه مهمتنی مسئله ای که باش مواجه میشه که این چرا امروز داره سرمایه گذاری میشه دلیبا. و حالا نه پنجاه سال پیش ولی لاقل 20 سال پیش خدمتتون ارز کنم که باید این اتفاق میافتاده من چیزی که میبینم معیار سایز سرمایه بزاری که ما معمولا دو حوزه‌های مختلف فعال میکنیم بیشتر از این که نشأت گرفته از یک تفکر اقتصادی باشه نشأت گرفته از میزان فشار نیاز به اشتغال تو اون منطقه <تصفح> میزان نیاز به سود, سود،, لازمی که شاید اون سهامدار تو اون دوره نیاز داره یا موارد مشابهی درست. ببینید ما امروز که مثلا مثلا در خدمت شما هستیم من یه مثال دیگه بزنم و از این عبور کنیم ببینید ما الان باطله های که در 50 سال گذشته داریم, داریم فراوری میکنیم یه حجم قابل توجهی سوداوری جدید داره برای مجموعه شرکت ایجاد میکنه ولی دوباره سوال اینه که چرا تو این سالا سراغش نرفتیم جوابش اینه که به دلیل اینکه سودهای ساده و سهل دیگه داشتیم و سراغ سرمایه گذاری توی فیلدهای جدید نرفتیم من به نظرم بزرگترین چالشی که ما باش مواجه هستیم و باید به شدت بهش بپردازیم مسئله سرمایه گذاری حرفه‌ای توی حوزه صنایع بالادستی ماست بسیار خب آقای همین الان در مورد همین معادن صحبت کردین خودش شرکت سنگ آهن مرکزی رو دو تا معدن سچاهون و چغارت کار میکرده تا الان ولی گفته میشه که گویا ذخایر این دو تا معدن در حال اتمام و ممکنه تا چند سال آینده تموم بشه الان خب با توجه به این موضوع چه اقداماتی شما در پیش گرفتین آیا روی معادن جدید دارین کار میکنید ببینید ما الان معدن خب چغارت که قدیمی ترین معدن ما هست بله. که در حال فعالیت هستیم و یه چیزی بوده مثلا شاید پنج سال دیگه تا پایان عمرش باقی مونده باشه خب توی این سالا معدن سه فعال شده و چند تا معادن اطراف اون ما سیاست جدی که ناظر به توضیحاتی که توی بخش اول صحبت داشتم اینه که ما نیاییم بگیم چقدر نیاز به سنگ داریم <applause> نیاییم بگیم که چقدر اگر فعالیت کنیم خدمتون آرزم که مثلا مسائل سود شرکت یا هر موضوع دیگه ای محقق میشه ما آمدیم گفتیم که یه بررسی با همه فعالینی که توی حوزه معدنی تو منطقه هستن انجام بدیم و تلاش کنیم همه معادن اونجا رو به عنوان یک شرکت فرس موور تو حوزه معدنکاری فعال کنیم بنابراین خدمتون ارز کنم که چند تا معدن متعلق به سازمان ها و نهاد مختلف است که با مشارکت های خدمتون ارز کنم که این نهاد ها و مراکز در حال مذاکره هستیم که داریم فعال میکنیم چند تا معدن از قبل فعال داشتیم و مشارکت هایی که داشتیم و مجموعه قدیر در معدن آنومالی و شمالی و معدن میشتوان مشغول استخراج هستیم داریم سرعت معدنکاری رو توی این دوتا مجموعه بالا میبریم که بتونیم حد اکثر استخراج رو داشته باشیم توی مجموعه دی 19 که مشارکت داریم اونجا هم توی چند مرحله سرعت فعالیت های پیمانکاری رو بالا بردیم که فارغ از حتی نیاز خود ما به حد اکثر برداشت برسیم معادن دیگه هم که حداقل 5 تا معدن دیگه تو منطقه در حال مذاکره هستیم اونها رو هم سیاست داریم که در قالب مشارکت های مختلف به حد اکثر بهره برداری برسونیم غیر از اون کنسرسیومی میشک گرفت با محوریت نماینده ویژه رئیس جمهور توی بحث معادن افغانستان و معادن بین المللی که مجموعی از فعالین معادن مختلف و شرکت های فولادی مختلف دور هم جمع شدن که بتونن فعالیت های بیرون از ایران رو هم جلو ببرن که به موازات استحصال های داخلی حوزه معادن بیرون از ایران رو هم پیگیری کنیم در مورد همین معدن دی 19 که خودتونم فرمودین بعد از حالا که شقوس های فراوانی که چادرملو از سال 99 داشت گفته میشه که از سال 97 کار اکتشافات شروع شده توی این چند سال ولی صحبت های زیادی در مورد میزان ذخایر این معدن گفته میشه 150 میلیون تن حتی 300 میلیون تن هم گفته شده الان مشخص شده بعد از این حدود 3 4 سال که دقیقاً چه مقدار ذخیره داره و چه عیاری داره سنگ ببینید خدمتتون عرض کنم که ما توی مهم این معادن مسئله که داریم هم حوزه اکتشاف هم حوزه گمانزنی های جدید هم حوزه خدمت رو باطل برداری اونا رو باید به شکل جدی پیش ببریم حالا تکنولوژی جدیدی هم که توی حوزه بررسی های بلوک های مختلف مدنی تو منطقه هست رو ما همش رو در حال استفاده هستیم ناوگان کلا معدنکاری حوزه اکتشاف اون رو در حال تقویت کردن هستیم که بتونیم همین برآوردهای دقیق رو داشته باشیم خب خدمتتون ارز کنم که حدود چیزی که در مورد دی 19 گفته میشه امروز یکی از بلوک هاش که الان ما مشغول فعالیت هستیم حدود 100 میلیون تونه. طبیعتا ما پیش که این عدد بیشتر باشه تو این بلوک و بلوک های مجاورش هم خدمتتون عرض کنم تبیین رو بالاتر می‌بره بلوک کلا چهار تا بلوک خدمتتون عرض کنم که همین دی 19 هست به تجربه ما توی سایر معادن منطقه این بوده که بعد از باطل برداری و بهره برداری که جلو رفتیم به گمان زنی های جدید و اکتشافات جدید به حجم سنگ پیشبینی شده افسوده شده مهم اینه که این مسیر رو ما با جدیت چه توی دی نوزده، چه توی سایر معادن پیش بگیریم مسئله بعدی هم توی بعضی از این موارد به دلیل اینکه ما کوتاهی هایی کردیم تو حوزه اکتشاف و پیدا کردن گمانه های جدید و معادن جدید ما مثلا توی همین دی نوزده همزمان با اکتشافات حوزه باطل برداری رو هم مهندسین ما طراحی کردن و کار بهره برداری همزمان انجام شد در توی این مسیر هم ما به مشکلات خوردیم از جمله مسئله آب خب همزمان مهندسین و تیمای مشاور دارن روی آب اونجا هم و آبی که استخراج شده از اونجا و این که اصلا مداوم هست نیست یا قابل استفاده هست و جیش مدیریتی باید انجام دادن حتی مطالعه دارن میکنن به نظر من ما همین رویه رو با توسعه بدیم که توی معادن دیگه یه منطقه هم داریم همین کار رو انجام میدیم و فکر میکنم که با این توسعه که بدیم و برآوردی که داشتیم بالای 20 تا 30 سال ذخایر برای همین مجموعه های منطقه و پروژه فولادسازی کشور تامین میشه بسیار حالا که 20 تا 30 ساله آیا الان اقداماتی از همین الان اندیشیده شده برای اینکه دوباره همون تکرار 50 سال گذشته اتفاق ببینید ما معتقدیم ما داریم برای خودمون یه استانداردی درست میکنیم و نسبتی بین حجم سرمایه گذاری تو حوزه اکتشافات و حجم سرمایه گذاری تو حوزه استخراج و حجم فعالیت ها و سوددهی و بهره برداری که تو خطوط تولیدی انجام میشه درسته. اگر ما این نسبت ها رو درست تنظیم کنیم و فقط به فکر اینکه یک بنگاه توی مقطع خاص فقط سودآور نشه چون طبیعیه که حوزه های اکتشاف حوزه های حزینه بری هست و معمولا شاید مدیران عامل فراری باشن تا وقتی هم. که مجبور نباشن سراغ این برن ما الان استانداردهای تعریف کردیم که ایشالله این مسیر تأمین مواد اولیه بتونه ادامه دار باشه با سرمایه گذاری که تو حوزه اکتشافی داریم شرکت اکتشافی جداگونه ما تأسیس کردیم و تجهیز کردیم که اصلا این معمولیت رو فارغ از معاونت هامون و بخش های مختلفمون به صورت تخصصی پیگیری کنه و بتونه حد اکثر حجم اکتشاف و بالا آوردن بهره برداری از معادن رو هم داشته باشیم بسیار دیگه یک سوالی که در مورد حالا بحث همین معدن دی 19 پرسیده میشه اینه که خب اون پهنه متعلق به ایمیدرو هست دقیقا ایمیدرو الان به چه شکلی داره این بحث حقوق مالکانه رو میبنده با شرکت آیا اقدامات مثبتی هم از اون سمت داره انجام میشه برای اینکه تسهیل بشه این روند ببینید بحث متعددی توی خدمتتون معادن مختلفی که واگذار شده توی منطقه خدمتتون ارز کنم وجود داره خب یه سری از معادنی که ما توی منطقه داریم که متعلق به خود شرکت سنگاهن بوده یه سری از معادن در مزایده ها واگذار شده که حقوق دولتیش جداگونه پرداخت میشه و خدمتون عرض کنم که اون حق مزایده جداگونه خدمتون ارز کنم که معدنی مثل معدن دی 19 هم پورتوکول همین شکلی که از ابتدا تفاهم شده بوده وجود داشته معادن جدیدی هم که الان در مورد خدمتون ارز کنم که موضوع آب مطرح هست که <applause> به منطقه واگذار بشه که البته الان در دست مذاکرات مختلف و تطبیق با قوانین مختلف دولتی هست اونجا هم حالا بحثای متعددی وجود داره و نهایی نشده که حقوق دولتی توی اونها به چه شکلی انجام بشه ولی روتین تقریبا اکثر مدارس که ما حقوق دولتی رو تقریبا با یک فرمولی میدیم علاوه بر اون تو هر کدوم از اینها تفاوتی وجود داره مثلا ما توی دی 19 تعهداتی داریم در قبال خدمتتون عرض کنم که این معدن که واگذار شده تو منطقه اون تعهداتی داریم انجام میدیم و یه تعهدات دیگه بسیار یک یکم در مورد خود شرکت صحبت کنیم الان دقیقا وضعیت فروش شرکت رو میخواستم اینم توی سال جاری به چه شکلی بوده و اینکه در حال حاضر چقدر شرکت دپو داره برای سال آیندهش اگه یکم در مورد اینم صحبت کنیم خب نمید. شرکت آهن مرکزی خب علاوه بر معادنش همونطور که مستحضرید یه خط کنسانتره 4 میلیون تنی و یه خط گندوله 5 میلیون تونی داره <applause> و خدمتتون آرزم که ما در آستانه احداث خط آهن اسفنجی یک و میلیون تونی هستیم و همچنین برنامه داریم که چند خط کنسانتره دو میلیون تونی هم به خطای کنسانتره سازیمون با توجه به بالا رفتن ظرفیت معادن منطقه ایمون اضافه کنیم خب بنابراین الان در وضعیت موجود شرکت کار اصلیش فروش گندله است با اتفاقاتی که تو سال جاری توی حوزه نوسانات قیمت نهادهای فولادی خصوصا ظرفیت های بالادستی صنعت فولاد اتفاق افتاد و قیمت جهانی فولاد ریزش تقریبا سی درصدی مده. رو مشاهدش بودیم خب توی داخل هم ما با مشکلات جدی مواجه شدیم ولی الحمدلله به دلایل مختلفی که شرکت سنگان مرکزی باش مواجه است امروز و شبکه ارتباطی بازرگانی که ما داشتیم چه در فضای داخلی چه ظرفیت هایی که الان آماده کردیم برای بحث صادرات مجدد دلیل پتانسیلی که از قبل هم توزیع صادرات سنگ شرکت سنگان مرکزی داشته ما تقریبا دپوی زیادی تو حوزه گندله نداریم و تقریبا همه بار کارخونه فروش رفته و یه مثلا تولید محدودی که خدمتتون ارز کنم که در ماه تولید میشه شاید توی انبارهامون باشه البته خب این خیلی فشار بسیار سنگینی توی بخش بازرگانی بر ما وارد کرد و توسعه شبکه و روابط و بحث مختلف با شرکت های مختلف نشست و زیادی با شرکت های مختلف فولادی داشتیم که همکاری های استراتژیکی تعریف کردیم که تونستیم این مبادلات گندوله رو داشته باشیم طبیعتا شرایط مثل شرایط گذشته نبوده شرایطی که خیلی راحت تولید انجام میشد فروش انجام میشد و یه فضای روتین ما در سال گذشته مواجه بودیم امیدواریم که حالا در ادامه شرایط بهتر بشه ولی ما خودمون رو برای شرایط موجود و حتی شرایط سختتر هم آماده کردیم و تمیدات لازم رو دیدیم برای اینکه بتونیم مسیر تولید و فروش رو با قدرت ادامه بدیم و طرح توسعه رو هم اجرا کنیم تو همین شرایط چون بالاخره معتقدیم که بازار در آینده بالاخره به شرایط مناسبش برمیگرده و طبیعتا توی این ایام وقت این هست که ما خیلی از برنامه‌ریزی و زیرساختامون رو تکمیل کنیم. خب یکی از همین چالش هایی که حالا احتمالا سال آینده شرکت باش مواجه شه در بازار داخل به خصوص اینه که خب شرکت فولاد قدر قراره که گندل سازی بهاباد رو وارد مدار کنه گفته میشه چهار میلیون تن هم ظرفیت داره آیا شما برای این موضوع هم چاره ای در پیش دارین و اینکه برنامه ریزی کردین که بتونین بازار رو از دست ندین توی اون منطقه ببینید خدمتون ارز کنم که ما مجموعه فروشی که الان با شرکای مختلف داریم و تفاهم های دراز مدتی که داریم تقریبا همه ظرفیت تولید ما به فروش میرسه علاوه بر این ما مزایده صادراتی رو هم از ماه گذشته برگزار کردیم و پیش بینیم هست که در ماه آینده خط صادرات رو هم حالا با توجه به اینکه نسبت به فروش داخلی مزیت امروز نداره ولی معتقدیم که بالاخره این بازار به تعادل میرسه و جذاب میشه با حالا مساعدتی که و تغییر سیاست هایی هم که وزارت سمت داشتن و تعرفه ها رو صفر کردن و مسیر صادرات رو بالاخره بعد از کلی کش و قوس آماده کردن ما مسیر صادراتی رو هم فعال کردیم که طبیعتاً با فعال شدن مسیر صادراتی در کنار فروش داخلی دیگه قطعاً ما مسئله و موضوعی رو نخواهیم یعنی داشت. الان با نرخ‌هایی که الان گندله در بازارهای جهانی داره فروخته میشه با صادرات به صرف است به نظر ببینید صادرات اگر دو دو تا چهار تای عدد رقمی کنید شاید جواب باشه که به صرفه نیست ولی هم. طبیعتا توی مسیری که فروش انجام میشه و تغییرات قیمت از یک طرف ما باید خدمتتون از ظرفیت های بازار رو تا یه حدی باز کرده باشیم که تغییرات این تغییرات ما حضور منطقی داشته باشیم طبیعتا تغییرات نرخ ارز فاکتور دیگه است که نرخ داخلی و صادرات رو به هم نزدیک میکنه و طبیعتا ظرفیتی که ایجاد میکنه برای طرح توسعه ما واردات تجهیزات و فروش ارزی که ما داریم مجموع اینا بررسی مونه که ما یه نسبتی و سهمی از فروشمون رو با فروش خارجی داشته باشیم تا بتونیم یه بالانسی رو انجام بدیم ببینید اون تجربه ای هم که توی بنگاه های موفق چه داخل چه تو سطح دنیا شما مواجه هستید اینه که همه بنگاه ها یک ترنده درازمدتی رو توی بیزینس خودشون میبینن و اون چیزی که مهمتر از سوداوری بونگاه هست گردش بونگاه و توسعه بونگاه هست که حتی. طبیعتا سوداوری رو هم در ادامه به همراه میاره و ما به جدیت دنبال اینو نگاه هستیم قطعا همینطوره خب توی یک مصاحبه که اخیرا هم انجام دادین در مورد طرحهای توسعه تو صحبت کردین از یک سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی گفتین یکم در مورد جزئیات این سرمایه گذاری در چه حوزه یا حوزه‌ای قرار انجام بشه ببینید مطالعات ما نشون میده که با توجه به ظرفیت پتانسیل معدنی که اونجا وجود داره بالغ بر ده هزار میلیارد ظرفیت و پتانسیل سرمایه گذاری تو بخش استخراج معادن در اون منطقه حداقل وجود داره تا 20 هزار میلیارد برای این سنگ ها و معادنی که فعال میشه ما حداقل 10 میلیون تون ظرفیت کنسانتره جدید اضافه باید بکنیم به خطای خدمتون نرز کنم مجموعه که اولین سری خطش دو میلیون تون حداقل ظرفیتی هست که شرکت سنگان مرکزی تو اون منطقه نیاز داره برای تکمیل فعالیت های معدنی و صنعتیش که خدمتون از کنم تقریبا هر خط دو میلیون تونی چیزی حدود 130 میلیون یورو تا 20 میلیون یورو حدود 5 هزار میلیارد عددی تو این حدود خدمتتون ارز کنم که سرمایه گذاری نیاز داره طبیعتا ما علاوه بر فعالیت های دیگه تو منطقه شده حداقل یه خط آن اسفنجه یک میلیون تونی نیاز داریم که یه زنجیره حد اقلی از حوزه حالا ما تا اینجا رو معدنی هم حساب میکنیم داشته باشیم داریم بررسی میکنیم و با شرکت فولادی دیگه در حال مذاکره هستیم که به عنوان تکمیل زنجیره و نه رقابت با سایر مجموعه فولادی بتونیم یه خط خاص فولادی هم توی منطقه احداث کنیم مجموع سرمایه گذاری یه چیزی حدود 50 هزار میلیارد سرمایه گذاری هست خب شرکت سنگان مرکزی پتانسیل خوبی رو توی فعالیت های بانکی و مالی و بورسی داره و ظرفیت های مالیش تا به امروز فعال نشده بوده <applause> خب ما علاوه بر حالا ظرفیت های ساده تامین مالی که شاید مثلا تحصیلات بانکی باشه که تو شرایط امروز خدمتتون عرض کنم که یکمی شاید دشوار باشه حوزه های مالی مختلف رو برای شرکت سنگان مرکزی فعال کردیم ما یه خط 3000 میلیارد تومانی انتشار اوراق رو در دست داریم که امیدواریم با همکاری هایی که با سازمان بورس داریم بتونیم در ماهای آینده انتشار اون رو انجام بدیم این اتفاق بیفته یک تا دو بسته دیگه انتشار اوراق رو برای شرکت داریم همچنین از اوراق گام برای فعالیت های خرید و فروش و سایر ظرفیت های مبادله ایمون با شرکت های مختلف در حال انجام هستیم که بتونیم جریان نقدی نگیر رو توسعه بدیم مذاکراتی با شرکت های فولادی مختلف داشتیم برای مشارکت در توسعه همین خط های سرمایه گذاریمون علاوه بر این با سامانداران مذاکره داشتیم برای اینکه ظرفیت جدید سرمایه رو ما بتونیم در شرکت داشته باشیم بحث افزایش سرمایه شرکت رو برای توسعه فعالیت از آورده سهامداران و سودهای انباشته سالهای گذشته رو در دستور اقدام داریم و همچنین روی اوضاع فایننس هم با یکی دو تا خطهایی که حالا احتمال عملیاتی تر شدنش موجود است با توجه به شرایط پیچیده که الان ما در سطح بین المللی داریم در حال پیگیری هستیم روز. فکر می کنم که مجموع این فعالیت ها ما بتونیم پروژه های توسعه رو در شکل سنگان مرکزی کلید بزنیم و دقدقه اصلی که داریم این جذابیت به فعلیت نرسیده ای که در بلوک مرکزی ایران در شهرستان باف در یک ساعتی یز در دو ساعتی کرمان هست و شاید خیلی جای سرمایه گذاری بیشتری داشته بوده به نهادهای مالی، نهادهای بورسی و غیره بشناسونیم خب یه اتفاق نهایی دیگه ای هم که وجود داره خب شرکت سنگان مرکزی شاید باید زودتر از اینها خدمتون ارز کنم که توی بورس عرضه می شد یک شرکت فعال و قدیمی حوزه مدنی که ما پیگیر هستیم که آخرین ویرایش ها و زیر و بحث های مختلف رو برای این شرکت انجام بدیم تا اشاره بتونیم در یک این آینده نزدیکی عملیات عرضه توی بورس این شرکت رو هم انجام بدیم که هم از این مسیر بحث تامین مالی برای پروژه توسعه رو داشته باشیم پیش بتونه... داریم از اینکه چقدر ممکنه طول بکشه ما پیش اینه که در یک سال آینده مهم. این کار باید انجام بشه یک سری موانع و محدودیت ها و بندهایی وجود داشته که همش قابل حل و یک سری اختلافاتی هست ما خدمتتون عرض کنم که برخی از این موانع هم در قالب بخشای سهامداری مطرح هست که سهامدارها هم الحمدلله چون همه در قالب یک وزارت خونه و وزارت رفاه هستن امیدواریم با کمک هایی که وزیر محترم رفاه انجام میدن ما این مسئله رو هم حل و فصل کنیم و بعد از اون بحث عرضه رو انجام بدیم که خب این هم یک فصل نوینی در هم توسعه معدنی منطقه و همین شرکت باشه و بتونیم سرعت بیشتری به فعالیت های توسعه ای بدیم بسیار عالی حالا من یکی از سوالایی که میخواستم ازتون بپرسم اینه که چرا توی چند سال گذشته اینقدر بحث توسعه مطرح نبوده ولی توی صحبت شما کاملا مشخص بود یه یک تغییر نگرشی کاملا اتفاق افتاده توی این موضوع خیلی ممنونم ازتون جا حمیدی از اینکه تشریف آوردین از توضیحات کاملتون و ممنون خدا نگه من هم تشکر می‌کنم از همه همکارانتون شما نکنه منم خدافظی خب صحبت شاید. کردیم با جناب آقای مشتاق حمیدی مدیر عامل شرکت سنگ مرکزی، سنگاهان مرکزی ایران باه و صحبتای رو شنیدیم. امیدواریم که این مسیر توسعه‌ای که این شرکت و مدیران این شرکت در پیش گرفتن نه فقط در صنعت معادن بلکه در همه صنایع اتفاق بیفته. این تغییر نگرش و حرکت به سمت توسعه میتونه وضعیت اقتصادی کشور رو خیلی بهبود ببخشه و شاهد وضعیت بسیار بهتری در صنایع مختلف باشیم. خیلی ممنون از اینکه همراه بودین و خودم.